السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب الحمدلله خوش آمد عرض میکنیم خدمت دوستان. انشاءالله خدای تعالی در این تابستانی که گذشت اعمال ما رو مورد رضایت خودش قرار بده. در آخرین روزهای از ماه ذی‌قعده هستیم که اولین ماه حرام است و مراقبات این ماه بالخصوص در کتاب شریف المراقبات و اقبال سید ابن طاووس وارد شده. انشاءالله دوستان حتما رجوع کردن و در ادراک تتمه این ماه حتما رجوع بیشتر میکنن، بالخصوص در اون نماز توبه‌ای که وارد شده در یک شنبه اول ماه و سرایت دارد در یک شنبه ها و بلکه همه ایام که انشاءالله فردا آخرین یک شنبه این ماه است. انشاءالله از دست ندیم و آماده بشیم برای ورود به دهه ذی‌حجه که جزو بالاترین و افضل ایام است آنچنان که در روایات وارد شده و انشاءالله بعداً خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. بحثی که در خدمت دوستان در این مدت 2 یا 3 سال گذشته داشتیم که از ابتدای تفسیر المیزان از مقدمه آغاز کردیم، اگر بخوایم یه سیر اجمالی چند جمله‌ای راجبش داشته باشیم، مرحوم علامه در مقدمات تفسیر المیزان نکاتی رو متذکر شدند، از جمله این که قرآن کریم نوع نگاه بهش به گونه‌ای باید باشد که تبیان لکل شیء است و همه چیز را آشکار میکند. لذا در روایات واقع شده که هرگاه انسان در فتنه و سختی واقع میشه، هرگاه در ظلمت واقع میشه، علیکم بالقرآن، رجوع به قرآن میتواند کارگشا باشد. و عرضم کردیم که مرحوم آیت الله بهجت میفرمودند که نکته زیبایی است که این روایت شریف که می‌فرماید که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، این روایت شریف که می‌فرماید اینها لن یترکا حتی یردا علیه، اینها از هم جدا نمی‌شن تا بر من وارد شن، ایشون می‌فرمود این سری از اسرار شیعه است که هرگاه یکی از اینها رو کسی پیدا بکند دیگری هم چون جدا شدنی نیست حتما با او هست. لذا ایشو می فرمودن غیبت جبران شده است با وجود قرآن برای کسی که معتقد است که اینها لن یترکا حتی یردا علیه. پس اگر ما به دنبال حضرتم هستیم، او رو باید در رجوع به قرآن بیابیم. با این تعبیر روایت و این برداشتی که از مرحوم آیت الله بهجت داشتن که با قاطعیت می فرمودن یه همچین مسئلهی سر شیعه است و جبران شده است، لذا غیبت ندارد شیعه. پس در حقیقت قرآن تبیانا لکل شیء است، چون تبیانا لکل شیء است اغلاق و ابهام ندارد. پس این همه تفاسیر متعدد و کسراتی که گاهی نسبت به آیات پیش میاد، ایشون میفرمودند مفهومش اغلاق ندارد، ابهام در تعیین مصداق است. اونم تعیین مصداق نه از جانب قرآن بلکه از جانب ما. چون چرا یادتون هست یا نه تو مقدمه، چون ما انس پیدا کردیم و عادت کردیم بر مصداق، چون میدونید یه چیزی که مصداق دارد میتواند مصادیق متعددی داشته باشد، ما چون عادت کردیم و انس پیدا کردیم بر مصداق مادی، بلا فاصله قرآن کریم را بر مصداق مادیش حمل میکنیم و چون حمل میکنیم بر مصداق مادیش، اون موقع مصادیق دیگه ازش محروم شدیم و تخطئه میکنیم و اختلاف از همین جاست. اختلاف بر سر مفهوم نیست، چون مفهوم عربی مبین است.
اون مفهوم آشکار است، کسی در مفهوم در حقیقت اغلاقی ندارد، این ابهام در مفهوم راه ندارد. اما ابهام به مصادیق، این حرف خیلی حرف سنگینیه و دقیقه، چند بارم تا حالا روش تاکید کردیم، ابهام در مصادیق است. و لذا اگر کسی ادعا میکند که از قرآن این استفاده میشود، دیگری میگه آن استفاده میشود، این استفاده در تطبیق مصداق که اختلاف ایجاد کرده، یکی مصداقش رو این میبینه، دیگری مصداقش رو او میبینه، همچنان که اون چه که به عنوان لفظ میزان مثال زد ایشون در مقدمه، میزان به عنوان ترازو وضع شده از ابتدا و مردم اونس پیدا کرده بودن از ابتدا، او در حقیقت چیزی است که دو کفه داشته باشد و زبانه داشته باشد و اون شرایطی که در اون وضع اولی برای میزان دیده شده بوده. اما اینکه به جایی برسد که میزان یک کفه داشته باشد و میزانش زبانش هم زبانه حالا بفرمایید الکترونیکی باشد یا نگاه هم اینایی که الان به عنوان میزان دیده میشه، اگر میخواستن به اون شخصی که فقط اون ترازو رو میشناخت بهش عرضه بکنن، تخطئه میکرد که این میزان باشد، چون اولا تو کفه رو نداشت، ثانیا اون زبانه رو نداشت و هیچ کدوم. اما اون چه که مقصود از اون ترازو بود که وزن کردن و کیل کردن و پیمانه کردن و اندازه گیری بود، اون مقصود از این ترازو هم میاد. اونی که وزن کرده بود لفظ را که یه بشر عادی بود، وزن کرده بود برای این غرض، اما این غرض رو منحصر میدید که به اون صورت فقط امکان پذیره، چون غیر از این اطلاع نداشت. اما اینجور نبود که خصوصیات مادی در وضعش تأثیر داشته باشه. لذا میبینید که بعد از این که میزان و ترازو تغییر میکنه و هر کدام از اینا مراتب پیدا میکند، مردم این ترازوها رو هم چی میبینن؟ استعمال لفظ رو در او حقیقت میبینن، مجاز نمیبینن. یعنی همینها رو هم چی میبینن؟ چون اون غایت و غرض در اینها هم چی هستش؟ هستش، در اینها محقق است. همچنین نسبت به مصباح و چراغ که اینها بحثاش گذشت در گذشته. لذا اگر این نکته کلیدی در ذهنمون باشد که اختلاف در تعیین مصداق است نه اختلاف در مفهوم، و الا لغت معلومه و معنای این لغت آشکار است، عربی مبین است، کسی در این اشکال ندارد. اما چون انس بر ماده هست و ما عادت کردیم و عمده مردم عمده زندگیشون بر انس بر ماده است، اگر بخواد معنای القا بشه، این معنا رو بلافاصله حمل میکنن بر اون مصداقی که انس بهش دارن و میشناسن. اما اینکه از این مراتب بالاتر هم منظور باشد، او دیگه. اگر یادتون باشه از امام رحمت الله علیه هم از آداب و صلات آوردیم خوندیم که ایشون میفرمود بلکه چون غرض اصل در وضع معانی است، بر اون جایی که غرض تام تر صدق میکند، این وضع اولا و به ذات بر او صادق است و ثانیا و بالعرض بر بقیه مصادیق. یادتون هست یا نه که اونجا هم این بیان رو هم ایشون داشت. لذا در اون جایی که الفاظ به کار برده میشه در قرآن کریم، این الفاظ که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این به قدر معلوم تنزل پیدا کرده و از اون مخازن و خزائن نازل شده، این مخازن و خزائن مصادیق بعد مصادیقه که در حقیقت حقیقته. لذا قرآن تأویل دارد، یعنی اون حقایق و اون مصادیق که از اونجا نشأت گرفته و در اونجا موجودن. و البته در حقیقت این در ضمن الفاظی بیان شده که این الفاظ چی هستش؟ برای بشر معنوسه، معانیش معلومه، اما مصادیقش رهزنه که فکر میکند که اگر قرآن کریم هم مثلا میفرماید نور، تا نور میگه الله و نور و السماوات و الارض، بلا فاصله ذهن انس گرفته بر ماده نور رو چه نوری میبینه؟ حد اکثرش مثل نورهای امروزی که خیلی دیگه مجرد کنه، نور خورشید میبینه. یعنی نور خورشید که یه نور مادیه که الله و نور و سماوات و الارض، نور خورشید وضع و محاذات میخواد، نور خورشید
هوا برای در حقیقت رسیدنش لازم است، نور خورشید، جدایی و بینونت از خورشید و اون چیزی که برش، همه اینها در اونجا صدق میکند. او یک طیف در حقیقت موجه و این موج باید از حواس، اما الله و نور السماوات والارض، کجا الله و نور السماوات والارض این خصوصیات توش هست؟ اگر اینجور بود میشد بینونت ازلی میشد در اینجا، خدا جدا بود و در حقیقت اینایی که منور هستن، که سماوات و الارض هستن، که نور پیدا کردن، اینا باید چی باشن؟ اونها باید جدا باشن و این بینونت میشد، در حالی که داخلون فل اشیا لا کدخول شیئن فی شی، داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون ان الاشیا لا بالمباینه، و اون هو معکم اینما کنتم صدق نمیکرد در این صورت. دقت میکنی؟ تا میگه هو معکم، معیت رو چی میبینیم ما؟ معیت در حقیقت یک کسی کنار کسی دیگری، یا معیت شکر در شیر، که دیگه این خیلی معیتش، که هیچ کدام از اینها در حقیقت معیت حضرت حق با عالم نیست و الا شرک لازم میاد، حد لازم میاد. ببینید تمام اینها معلوم مع یعنی چی؟ معلوم نور یعنی چی؟ اما نور بر یک مصادیق متعددهی صدق میکند. اونی که مقصود از آیه است باید روشن باشه که کدام مصداقه که محظور لازم نمیاد ازش و مقصود از آیه است. این همه نکتهی بود که ایشون میفرمود که اگر کسی به این قاعده که الفاظ وضع شدن برای اقراض یا ارواح معانی، که حالا اختلاف در مسئله است، که حالا اختلافش اختلاف جزئی است، ولی ارواح معانی یا اقراض در حقیقت از اون معانی، اگر اینجور باشد، او وقت تبیانا لکل شی این صدمه نمیخوره. تبیانا لکل شی همه اختلافا سر مصداق، نه بیان مفهوم و معنا. و این مصداق هم خود قرآن در حقیقت همونجور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود، ینتقو در حقیقت بعضه بعضا، بعضش رو چکار میکنه؟ به نطق میاره. یشهدو بعضه بعضا، شهادت میده بعضش، که همون تفسیر قرآن به قرآن میشه، که آیات قرآن میتوانند آیات دیگر رو گویا بکنند و بیان بکنند. و این روش حضرات معصومین علیه السلام بوده که در روایاتشون، در بیاناتشون به ما یاد دادن که چگونه روش قرآن به قرآن رو به کار بگیریم. لذا مرحوم علامه میفرماید این از ابتدا جزء چی بوده؟ از ابتدا در تاریخ تفسیر در حقیقت این بوده، هرچند اصحاب فقط این رو نازل کردن به شأن نزول ها و اینها، اما در اهل بیت علیهم السلام و خود نبی ختمی از ابتدا در حقیقت تفسیر قرآن به قرآن شواهدش هم میاره که از همونجا بوده که حتی وقتی حضرات معصومین میفرمودن اگر ما حکمی رو برای شما بیان میکنیم، بیانی رو برای شما بگید، از کجای قرآن این رو استفاده کردید که بیان از قرآن باشد؟ لذا میفرماد روایات ما رو هم ارجاع بدید به قرآن، اگر مطابق با قرآن بود قبول کنید، اگر مخالف با قرآن بود رد کنید. در حقیقت این همه ملاک و میزان رو قرآن قرار دادن، منتها با فهم درستی که اهل بیت به ما یاد دادن که تفسیر قرآن به قرآن گویا میکند، اون ابهام در مصداق رو برای ما چکار میکند؟ روشن میکند که ابهام در مصداق هم باقی نماند. این یه بحثی است که حالا عمده بیشتر این بحث در جلد سوم در بحث محکم و متشابه انشالله و جاهای دیگر خواهد آمد، اما به عنوان مقدمه یه بحث کلیدی بود که باید دوباره یادآوری بشه به مسئله و یادمون بیاد. و ایشون چندین بار هم در تا اینجا که خوندیم استشهاد به این مسئله کرد که این از جمله اون موارد است. اگر یادتون باشه گفتیم نگاه کنید، این همون مصادیق لفظ الفاظ برای اقراض و ارواح معانی. خب این یه بحثی بود که در مقدمه گذشت. از جمله این که ایشون قائل بودن که قرآن یه غرض کلی دارد، یه کتاب هدف داره و یک حقیقت واحده، که این حقیقت واحده حیات هم دارد. حالا اون بحثش رو جای دیگری ایشالله که حیات دارد و زنده است و گویاست و ناطق است، اینها ایشالله جای دیگری، اما این که این حقیقت واحده است که غرض واحدی دارد، یک مجموعه واحدی است، همه این اجزا با همدیگه مرتبط و متصل هستند و دنبال یک غرض واحدند، یک کار واحد میکنند. اینجور نیستش که اجزا در کنار هم قرار داده شده باشند فقط، بلکه اجزای حقیقت واحدند که فرمودن اون غرض واحد چی هستش؟ هدایت عباد به عنوان کل. لذا هر سوره ای که ایشون اثبات کرد در همون
تفسیر سوره حمد همونجا اثبات کرد که هر سوره هم به لحاظ این که در قرآن سوره خودش در 10 جا به کار رفته و سوره رو به عنوان یک حقیقت قبول کرده، همچنان که آیه رو به عنوان یک حقیقت پذیرفته در قرآن که می‌فرماید که مانند یک سوره یا 10 سوره در حقیقت شما اگر می‌توانید بیارید در اونجا که تحدی کرده فعتو به صورت من مثله، در حقیقت این سوره مثل معلومش که سوره حقیقتی دارد که این طلب آوردن به لذا از اونجا ایشون استفاده کردن و بیان کردن که هر سوره غرض خاص دارد و این غرض خاص ناظر به اون غرض عامی است که مربوط به کل قرآنه. بعد استفاده کردن در مطاوی بحث، نه در اونجا، در مطاوی بحث که هر آیه و دسته ای از آیات یک در حقیقت مأموریتی در رابطه با چی دارن؟ غرض سوره دارن که سوره غرض کل قرآن رو بیان میکرد و ناظر بود به بعضی از مأموریتی که این سوره در غرض کل دارد و آیه غرض در حقیقت ناظر است به غرض سوره که این رو به عنوان یک رابطه به هم پیوسته هر آیه‌ای باید نسبت به سوره وضعش آشکار بشه و هر سوره‌ای نسبت به کل قرآن باید وضعیت که این نگاه یه نگاه پیوسته و منظومه است که خود این یک نگاه در حقیقت پیوسته و منظومه در افکار انسان ایجاد میکند که آیات قرآن رو گسسته نبیند. این خودش در راستای اون تفسیر قرآن به قرآن یه چیه؟ یک کاره، یک حقیقت، حقیقته که اون رو تایید اون رو میکند که قرآن یفسر بعضه بعضها، یشهد بعضه بعضه بعضا، یشهد بعضه، یعنی این طریقت تو نگاه قرآنی این است. خب بعد ایشون شروع کرد. بله الان عرض میکنم خدمتون، الان عرض میکنم. بعد ایشون در رابطه با همین مسئله در سوره حمد در حقیقت بیان کردن که متعلق بسم الله در هر سوره هم خاص به همون غرض سوره است، لذا بسم الله هر سوره هم چی هستش؟ متعلق به همون سوره است. اگر انسان در حکم فقهی هم عرض کردم امام هم این فتوا رو داده، فتوا دادن از جهت فقهی که اگر انسان بسم الله به صلاح گفت و قصدش خواندن مثلا سوره انا انزلنا بود و بعد خواست برگردد و سوره توحید را بخواند، بسم اللهش رو باید تکرار بکنه، چون اون بسم الله جزء در حقیقت چی بوده؟ سوره انا انزلنا است و متعلق به اون سوره است، بای او متعلق به اوست، لذا بای انا انزلنا با بای سوره قد بسم اللهشون متفاوت میشه، لذا در اونجا حکم فقهی هم بر این چی شده؟ مترتب شده که ارجاع بسم الله و تکرار بسم الله رو لازم دارد. اینم یه بیانی بود که از اونجا استفاده میشه. در سوره حمد ایشون بیان کردن که اونجا متعلق بسم الله چیه. در سوره بقره ایشون فرمودن که چون سوره بقره تدریجا نازل شده و طول کشیده از جهت زمانی نزول سوره بقره و یک جا نبوده و تدریجا بوده آیاتش، لذا اون سوره بقره پیدا کردن اون غرض سوره سخت‌تر از جاهای دیگه است، هر چند میتوان غرض سوره رو بیان کرد که ایشون در اونجا غرض سوره رو برمیگردونه در سوره بقره به این مسئله که حالا دوستمونم سوالشون بر این بود. در اونجا میفرماید ایشون که می توانیم برگردونیم سوره بقره رو به این مسئله که بگیم که تصدیق به می فرماد که لما کانت سوره نازلتا نجومن لم یجمعها قرزون واحد الا ان معظمها معظم این تن به انقایت واحدت محصله و هو بیانه، که این می تونیم بگیم قرز این است که ان من حق عبادت الله سبحانه، این یک کار تازه آغاز شده است که غرض هر سوره چی باشه معلوم شه، لذا اینجور نیستش که بگیم که اگر ما حتی نتوانستیم یه غرض واحدی رو، اصل استدلال صحیحه، اصل استدلال رو خودش رو تو استدلال تو سوره حمد ببینید، اما اگر ما نتوانستیم یه سوره ای رو به یه غرض واحدی برگردونیم دلیل بر این است که غرض واحد ندارد، دلیل بر این است که این در ابتدای کاره، دلیل بر این است که باید کار بشه روی این مسئله تا بتوانیم خود این که غرض سوره رو چجوری میشه استیاد کرد روش دارد، اولین آیات، آخرین آیات، اسمایی که در این آیه به کار رفته، تکرر اسماء الهی، یعنی خود او چی هستش؟ غایاتی دارد و راههایی دارد که باید از طریق اونها خود اینا سید، اما اصل مسئله که همچین مسئله هست آغازش رو در حقیقت جرقش زده شده، لذا کار باقی مونده در این که باید انشاءالله پیگیری بشه. ایشون میفرماید که در این سوره این است که ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده بكل ما انزله بلسان رسله، همه رسولانش که در حقیقت وحی الهی رو داشتند
باید تصدیق بشن من غیر تفرقه بین وحی و وحی ولا بین رسول و رسول ولا غیر ذالک، که این از آیات آخر در حقیقت سوره هم استفاده میشه. ثم تقریع الکافرین والمنافقین و ملامت اهل الكتاب بما ابتدعوه من التفرقه في دین الله و التفریق في رسله، تخطئه کردن منافقین و کافرین رو که این کار رو در حقیقت رعایت نکردن، بعضی رو قبول کردن بعضی یؤمنو به بعض و نکفرو به، که در حقیقت اینها بعضی رو قبول کردن بعضی رو چکار کردن؟ رد کردن، تفرقه قائل شدن. و الا اگر این تفرقه بین رسول ایجاد نمی‌شد، این حقیقت دین حقیقت واحدی بود. قرآن داره در سوره بقره این بیان رو دارد. ثم تخلص، بعد از این که این رو بیان میکنه، بعد از او بعضی از احکام که مشترک بین همه است و همه ادیان قبول دارن که مؤید این است رو بیان میکنه، از جمله بحث قبله، بحث حج، بحث ارث، بحث صوم و بحث هایی که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا بحث حج که تو تمام ادیان، یا بحث قبله که میفرماید در حقیقت هر چند مصداق قبله در بعضی بیت المقدس بوده، در بعضی کعبه بوده، در بعضی جای دیگری بوده، اما اصل القبله به عنوان یه حکم در حقیقت چی بوده؟ مورد اتفاق همه بوده. چنانچه صوم هم همین جوریه، اصل و صوم مورد اتفاق بوده، اما نحوه صوم در هر قومی در هر در حقیقت مذهبی و دینی متفاوت بوده. لذا تو این بیان این احکام رو میکنند. بعد در سوره بقره، حالا اینجاش خود طول کشید نمیخواستم طولانی بشه چون سوال فرمودن، در سوره بقره شروع میکنه، اولا چند آیه اول سوره بقره بحث متقینه، بعد دو آیه، بعد چهار آیه بحث متقینه، دو آیه بحث کفاره، بعد 13 آیه بحث منافقین پشت سرش میاد. همونجا بیان شد که این که 4 آیه وصف متقینه که ابتدا هم آمده و بعد وصف کفار به عنوان 2 آیه و بعد بحث منافقین به عنوان 13 آیه پشت سر اونها اومده، نشون میده نفاق از اون چیزهایی است که خطرش از کفر چیه؟ بیشتره، که تبیینش شدت میخواست. تبیینش در حقیقت 13 آیه طول کشید تا اینکه خطر منافقین رو بیان کنه. البته برای هر کدوم از اینها به اصطلاح علائمی رو ذکر میکند، برای کفار ختم الله علی قلوبهم، اما در حقیقت برای منافقین صم بکم عمیون، یا مرض در برای منافقینه که منافقین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، که در همونجا علائمی که بیان میکنه. و بعد از آیه تقریبا 19 که میره وارد آیه 20 میشه، از آیه 20 به بعد شروع میکنه دعوت به ایمان رو و نظام دعوت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم که عبادت حق و دعوت به ایمان، بعد شروع میکنه حدود 9 آیه و 10 آیه بیان این دعوت که پشت سر این، و بعد حقیقت انسان، حقیقت انسان و قوای وجودی انسان که اون بحث خلافت که از آیه حدوداً 30 به بعد تقریبا تا میرسه به آیات 40 بحث حقیقت انسان و قوای وجودی انسان و توانایی انسان که جزو عظیمترین بحث هایی بود که در المیزان گذشت، بحث خلافت انسان که خیلی طولانی هم بود. بعد از اون وارد میشه به جریان قوم یهود و حدود 100 و خورده ای آیه از آیه 40 تا حدود آیه 100 و تقریبا 50 خورده 160، این آیات همه در باره قوم یهوده. این که در باره قوم یهوده چون بسیاریش تکرار شدنیه، اون چه که به عنوان نعمت به قوم یهود داد، اون چه که به عنوان کرامت و معجزه برای قوم یهود، اون چه که به عنوان فضیلت برای قوم یهود و معامله بنی اسرائیل با انبیاشون و با در حقیقت اون نعمت هایی که خدای تعالی به اونها داده بود و کفر و تمرد و عصیان و جرمی که مرتکب شدن و عقابی که در رابطه با این جرم ها و عصیان ها خدای تعالی در قبال اونها قرار داد، که همه تذکری است برای در حقیقت قوم، برای امت اسلامی که اینها خدای تعالی با اینکه این همه برای اونها نعمت قرار داده بود، ولی سرپیچی اونها نعمت رو از اونها گرفته بود، که رسیدیم تا آیات امروز که هنوز جزء، هنوز داخل در چی بودیم؟ هنوز داخل که آخرین آیاتی که در رابطه با بنی اسرائیل بود و ایرادات اونها و ارتباط اونها با امت اسلامی بحث قبله بود، اگر یادتون باشه که خیلی شدید بحث قبله، یکی از فتنه های زمان پیغمبر بحث قبله بود، که یهود از ابتدا تفاخر می‌کردن به اینکه امت اسلامی تابع یهود است در قبله، و بعد از اون که قبله تغییر کرد
اومدن این مسئله رو مطرح کردن که نسخ در دینی نشونه ضعفه، چون نسخ در دین الهی راه ندارد، چون خدا در حقیقت مبینه. اگر خدا مبینه، خدا عاجز نیست از این که آینده را یک جا ببینه. اگر نسخ میکند معلوم میشه خدای اینها چی هستش؟ خدای محدوده. معلوم میشه دین اینها دین الهی نیست. لذا اومدن با این شایعات که این رو به عنوان یک ضعف برای امت اسلامی بشمارن، و جوابی که خدای تعالی در آیات متعدد به این مسئله و آثار تربیتی که این مسئله برای امت اسلامی داشت و مفصل اگر یادتون باشه بهش پرداختیم. بله. البته میدونید که این یه قول در مسئله است که ترتیب آیات سور نه، ترتیب آیات لذا دارد، بعضی روایات هم دارد که وقتی آیه نازل میشد میفرمودن این رو کجا قرار بدید. این رو الان بسیاری قبول دارن، اگر اشتباه نکنم مرحوم علامه هم این رو قبول دارن، اشکالی برای نمیدونن اگر اشتباه نکنم الان تفصیلا تو ذهنم. بله، دو جا انتقاد دارند، خلاصه نفی کل رو نمی کنند که اصل مسئله رو. یه قولی است که مثلا خیلی هم به این قائلن که ترتیب آیات به دستور خود پیغمبر بوده، نه اینکه ترتیب آیات همینجوری بر اساس چینشی باشد که مثلا در زمان عثمان این چینش ایجاد شده باشد و اینها. هرچند قول مقابلش هم قائل دارد که ترتیب آیات هم، اما ایشون اصل مسئله رو به صورت فرازها اقلا نقل میکند، میگه این فرازها با هم نازل شده. یعنی تو سوره بقره هم اگر یادتون باشه میفرماید مثلا این دست آیات، این مثلا دستا با هم نازل شده. حالا این دسته در کنار دسته دیگه ارتباطش با اون فراز قبلی چی میشه؟ ایشون قائل به این که ارتباط داره. اگر یادتون هم باشه دائما تو صدد این است که هر دسته ای از آیاتی رو که میاره با دسته قبل رابطه‌اش رو تعیین بکنه، نشون میده قائل به این است که چیه؟ این آیات چینشش چینش الهی بوده و به دستور پیغمبر بوده که انجام شده، و الا لزومی نداشت که این آیات رو با آیات دیگه رابطه‌اش رو چیکار بکنه؟ بخواد پیدا بکنه. به این قائله ایشون. بله. خب رسیدیم به آیاتی که دست آیاتی که جناب آقای میریان عزیز هم امروز قرائت کردن، که این دست آیات که یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، که قبلا هم گذشت که این آیه دو بار تکرار شده. یک بار تو اوایل بحث مخاطبه با یهود استعینوا بالله در حقیقت به صبر و صلات اونجا منتها داشت که به صلات این چی هستش؟ استعینوا به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، که اونجا صلات رو اصل قرار داد، انها لکبیرتون الا علل خاشعین، به دلیلی که اونجا در حقیقت بحثش گذشت در اونجا و جلساتی هم که مربوط به این بود. اینجا نه، اینجا استعینوا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. چرا؟ علامه میفرماید که چون در اینجا آیاتی است که داره مقدمات و توطئه برای جریان اذن در جهاد و جهاد داره حکمش بعد از این میخواد نازل بشه، اینجا صبر در حقیقت چی هستش؟ مقدمه برای ورود به اون اصل جهاد است. لذا بلافاصله اینجا میبینید که ببین چقدر زیبایی در تربیته، با اینکه هر دو صبر و صلات هر دو لازمند برای اینکه در مشکلات و فتنه ها انسان نجات پیدا بکنه. اونجا هم ایشون فرمود که صبر و صلات هر دو، که اگر یادتون باشه جملهش هم خیلی جمله زیبایی بود که حالا نمیدونم دوستان یادداشت کردن یا نه، که از اونجا نقل شده بود که هم در اونجا فرمود و هم ایشون اینجا، که هر دوی اینها در نجات انسان هر دو مؤثرن، ذکر الهی که صلاته و صبر که اون ثبات و استقامته، که حالا من اینجا تو حاشیه هم نوشتم ولی دیگه حالا بخوایم رجوع کنیم و از اونجا بخونیم وقت میگیره دیگه، ازش میگذاریم، خود دوستان رجوع میکنن که در اینجا ان الله مع الصابرین رو بیان میکنه. بعد از این آیه، آیه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، که این آیه بحث های بسیاری رو داشت. اثبات برزخ بود اگر یادتون باشه، بحث تجرد نفس بود که قسمتی از اون بحث گذشت،
یه بحث فلسفی است که امروز به اصطلاح قرار بود بیانش بکنیم که آیا در حقیقت به اون اونجا تجرد نفس به عنوان آیه بود، بحث آیه‌ای بود و بحث نظام تبیین آیات بود، در اینجا به عنوان بحث فلسفی که آیا تجرد نفس داریم یا نداریم، ادله تجرد نفس به صورت اختصاری چیه که حالا ایشالا بعدن میاد، و بعد مباحث دیگری که اصلا بحث شهداست، بحث این که در برزخ اختصاص به شهدا دارد یا نه، بحث برزخ برای عموم انسان هاست که این بحثاش گذشت. آیه بعدی هم که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، که ایشون از این آیه بخصوص با آیه بعدش که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مکاتب اخلاقی رو و غایات رو که سه مکتب عمده بود رو بیان کردن اگر یادتون باشه. مکتبی که اون مدح و ذم انسانی مورد نظرشه، ملاکاتش ملاکات انسانی است که مدح و ذم میکنن، مکتب انبیا که به عنوان عقاب و ثواب اخروی است، و مکتب قرآنی که به عنوان اون حقیقتی که نبی ختمی به عنوان اختصاص آوردن که همون مکتب چی هستش؟ اون بحث معرفت نفس و اون بحث حقیقت الهیت که ان العزت لله جمیعا، اگر یادتون باشه ان الحمد لله، یعنی اونجاهایی که مالک ان الملک لله وحده، که همه اونجاهایی که مالکیت رو مطلق برای حق میبیند، عزت رو مطلق برای حق میبیند، قاهریت رو هو القاهر فوق عباده میبیند، در اونجا انسان تمام در حقیقت افعالش رو و صفاتش رو و ذاتش رو چی میبینه؟ مندک در اراده و ذات و صفات حضرت حق میبیند و برای خودش شأنیتی نمیبیند. هرچند این منافات با بحث اختیار نداره که بیان میکند، اما اینجا توحید در وجود حاکم میشه که ایشون میفرماید که این اختصاص داره به چی؟ به خود در حقیقت امت ختمی. هرچند انبیای گذشته خودشون جزء امت ختمی هستن، اما دعوتشون به عقاب و ثواب بوده اگر یادتون باشه. این بحث هم به عنوان یکی از بحث مکاتب اخلاقی بود که گذشت و یه بحث بسیار اثرگذاری است در نظام تربیتی. البته این گونه نیست که در قرآن اون دو قسم قبلی نیامده باشه، اگر یادتون باشه اینا گذشت. قرآن به عنوانی که اون نگاه فطری که انسان ها مدح و ذم انسانی و نگاه در حقیقت انبیا در قرآن الا ماشاءالله اون بحث ها هم آمده و ذکر شده، اما برگردونده در نهایت بحث رو به این مسئله، یعنی متوقف نشده در اون مسئله، نه اینکه اونها رو ندارد. این بحث هم گذشت. خب در ادامه آیات هم که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، این بحث ها بحثاش گذشت. حالا اگر فرصت باشه بعد از اون که اون بحث های قبلی گذشتش، بحث فلسفی رو در اینجا خلاصش رو ارائه بدیم که حالا یه دوره‌ای نسبت به آیات سوره بقره عمدن کردیم که اول سال یادمون بیاد که چه بحثایی گذشته، هرچند خیلی فهرست بود، 220 جلسه رو نمیشه در عرض بالاخره نیم ساعت خلاصه بیان کرد، اما به عنوان که یادآوری بشه هم مقدمه هم بحث سوره بقره. در بحث فلسفی ایشون با این عنوان آغاز میکند که هل نفس مجرده عن الماده یا نه، مجرد از ماده نیست نفس. این بحث البته قائلینش متفاوتن. فقط کسانی که میگن نفس مجرد از ماده نیست، این گونه نیست که مادیون باشن، بلکه الهیون هم قائل به این هستن. بسیاری از الهیون که حالا بیان میکنه ایشون که دسته ای از الهیون قائلن به این که نفس مجرد نیست، لذا وقتی که انسان از دنیا میره از تمام شده و دوباره بحث چی میشه؟ بعد دوباره در حقیقت انسان وقتی نفخ صور ثانی میشه و از به اصطلاح قبر بیرون میاد، این دوباره ایجاد انسان است. این گونه نیست که دورانی از انسان که از دنیا رفته تا اون موقعی که نفخ صور ثانی میشه انسان باشد. لذا در تفسیر آیاتی که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یا در بحث هایی که در برزخ میگذره، اینا دوچار مشکل میشن، لذا بحث برزخ رو نمیتونن درست توجیه بکنن، چون برزخ دورانی است که بدن نیست اما انسان هست. لذا اون توفا یتوفاکم، اون کمی که در اونجاست، یا این انایی که امروز من به عنوان انا میدونم، باید امروز تبیین بشه، باید روشن بشه که این که من خودم رو من میدونم، آیا من این بدنه، این تنه، یا من غیر از تنه.
اونهایی که قائلن که من تنه، وقتی که تن از دنیا میره و از بین میره، وقتی تن متلاشی میشه میگن دیگه منم متلاشی شده، دوباره وقتی که نفخ صور ثانی میشه ایجاد میشه. این البته گاهی بعضی از استدلال به بعضی از روایات هم الهیونی که قائل به مبدأ و معاد هستن در این مسئله بعضی از روایات رو شاهد گرفتن، اما نگاه جامع به روایات، بحث برزخ، بحث توفی، بحث خود حیات دنیا، بحث اعمال صالحه و بحث هایی که مفصل بعضیش تو بحث خود نشأه برزخ گذشت و بعدن هم میاد، اینها نفی او رو میکنه. اینجا ایشون سه دلیل، اینجا بحث فلسفیه دیگه، الان بحث روایی و آیی نیست در این قسمت، سه دلیل میاره. یکی دلیل علم حضوریه، یکی دلیل غیریت نفس و بدنه به لحاظ اینکه در حقیقت نفس خواص بدن رو ندارد، یه دلیل هم بحث بساطت نفسه. سه دلیل ایشون در اینجا اقامه میکند و بعد قول مادیون رو مفصل میاره و جواب میده به قول مادیون. در نهایت این بحث رو ایشون با جواب به قول مادیون و همچنین بحث روانکاوایی که امروز میارن که قول روانکاوا رو میاره و بعد قائلین به مبدأ و معاد که نسبت میدن به سلول و آثار حیات رو به سلول، هر سه قول رو جواب میده و بحث رو تثبیت میکنه. حالا به مقداری که رسیدیم فکر کنم این سه دلیل رو بتونیم به صورت خلاصه امروز بیانش بکنیم. اگر دوستان سوالی دارن قبلش سوالی بکنن، اگر نه این سه دلیل رو به صورت خلاصه بیاریم، که چون من می‌خواستم با یک جلسه ایشالله این بحث رو تمام بکنم که خیلی تطبیقم لزوم نداشته باشه بکنیم، یعنی تطبیقش رو خود دوستان بکنن که خسته نشن از جهات بخاطر جلسات اول بحث فلسفی خسته کننده نشه براش. دلیل اول که علم حضوریه، ایشون می‌فرماید که ما وقتی که نگاه می‌کنیم به خودمون، حتی در وقتی که حواس ما به کار گرفته نشده و به کار گرفته نمیشه، خودمون رو میابیم. با همه مراحلی که در عمرمون داریم از کودکی تا بزرگی خودمون رو میابیم و این من رو که انایی که در خودمون میابیم هیچ تغییری در اون نمیبینیم. هرچند ابدان بدن ما بارها و بارها ممکنه چی شده باشه؟ بارها و بارها ممکنه تغییر پیدا کرده باشه. و این من جزء بدن من و اعضای من هم نیست، چون با قطع بسیاری از اعضا و در حقیقت من سرجاش محفوظه. دست من قطع میشه من منم، پای من قطع میشه دست و پای من قطع میشه من هستم، و این جزء اعضا نیست چون خواص اعضا رو هم نداره. مرحوم شیخ در اشاراتی بیانی داره که چون ممکنه بعدن اینو تو مثلا دلیل مادیون این رو اقامه میکنن، اونجا ایشون تو دلیل همین یافته علم حضوری اونجا اینجور میاره که اگر انسان تصور داشته باشد که در هوای خلع و تلق، خلع نه خلع مطلق، قرار بگیره به طوری که منفرجت الاعضا، یعنی انگشتاش باز باشه، بدن دست به بدن پیوسته نباشه، پا روی چیزی قرار نگرفته باشه، هوای اطراف انسان هم با دمای حرارت بدن انسان یکسان باشه، یعنی هیچ حسی به انسان دست نده و چشم انسان هم بسته باشه، هیچ حسی به انسان دست نده که حواس انسان در اونجا هیچ احساسی رو نکنن، باز هم انسان مییابد که خودش خودشه بدون اینکه احساسی در کار باشه. چون ما این حالت فرضه، تصورش و پیدا کردنش و تحققش خیلی سنگینه، امکان پذیر هست، اما خیلی مشکله که تو این حالت انسان قرار بگیره که هیچ ارتباط حسی نداشته باشه، نه لامسه، نه در حقیقت بویایی، نه در حقیقت بینایی، نه سامعه، هیچ کدوم از اینها نباشه. ایشون میفرماد در اونجا انسان مییابه خودش خودش هست، هرچند هیچ کدوم از حواسش نیست. مرحوم علام در اینجا میفرماید که انا نجد من انفسنا مشاهدت معنا نهگی ان به انا، ما انا رو میابیم، ولا نشک ان کل انسان هو، همه انسان ها این انا رو میابن، انا هر انسانی، من هر انسانی با من دیگری هم متفاوته و لازمش همین است که دیگری رو ببینه. فی هذه المشاهدت التي لا نغفل عنه حینا من احیان حیاتنا و شعورنا و لیس هو شیئا من اعضائنا و اجزاء بدننا التي نشعر بها بالحس او به نحو من الاستدلال، یا به استدلال یا به اصطلاح حس کردن، این جزء اعضای ما نیست، که اعضاؤنا ظاهرت المحسوسه که ما به احساس میابیم، بالحواس الظاهره من البصر و اللمس و نحو ذلك، و اعضاؤنا الباطنه التي عرفناها بالحس و التجربه، که اون رو با استدلال و حس و تجربه میابیم. فانا چرا ربما نغفل عن كل واحد منها، از همه اینها غافلیم، و عن كل، حتی تو جایی که تصور بکنید کسی که الان
مثلا قطع نخاع شده، بسیاری از حواسش از کار افتاده. حالا این حتی اینایی که به اصطلاح گردنی هستن، یعنی جانبازایی که از گردن در حقیقت قطع نخاع شدن، میبینید که اون انش رو در حقیقت چی هستش؟ مییابد. حتی اگر کسی در خواب است که حواسش رو احساس نمی کند، منش رو مییابد. لذا صداش که میکنن بیدار میشه. اینا ها هر کدوم دلیل جدا دارد، هر کدوم دلیل دارد، ادله برای چیز که بیش از 11-12 در حقیقت دلیل متقن هم منطقه. حال اینجا 3 تاشو ایشون آورده. بل میفرماید که و ان کل اگر غافل باشه از کل واحد منها و ان کل مجموع منها حتی ان مجموع تام الذي نسميه بالبدن اما ولا نغفل قط عن المشهود الذي نعبر عنه بانا فهو غير البدن. این دلیل به اسمش میذارن دلیل علم حضوری، که علم حضوری داره انسان، علم حصولی هم نیست. چون علم حصولی چی میخواد؟ صورت میخواد، واسطه میخواد، مغز باید به کار بیفته، باید در حقیقت چی باشه؟ یه واسطه‌ای در کار باشه تا صورتی منتقل بشه تا. اما اینجا علم حضوریه. اگر همه اعضا هم منقطع باشن و منفصل باشن، این یافت محقق است. این دلیل اول. دلیل دوم، غیریت نفس و بدن از باب این است که خواص موجود در بدن در نفس نیست. خواص موجود در بدن چیه؟ تغییر است، تقسیم است. هیچ کدوم از اینها چی هستش؟ در من راه ندارد. یعنی اون نفس انسان نه تغییر میپذیرد، که در حقیقت این تغییرپذیری مثل تغییرپذیری چی باشه؟ تغییر. یعنی انایی که من از ابتدا میشناسم با انایی که در بزرگسالی از کودک، انا تغییر نکرده، من واحده و هیچ تغییری درش ایجاد نشده. لذا ایشون میفرماد که لوکان هو البدن از راه خلف وارد میشه. اگر بخواد نفس بدن باشد، او شیئا من اعضائه او اجزائه، یعنی اون انا رو بگید که اگه میخواد ضمیر مذکر برگردونید، او خاصه من الخواصت الموجوده و هي جميعا ماديه و من حکم الماده التغییر تدریجی و قبول الانقسام، باید انقسام پذیر باشد و تغییر تدریجی داشته باشد و تجزی لکان مادیا متغیرا و قابلا للانقسام، در حالی که لیس کذلک، انا قابل انقسام و تغییر نیست. چون اینجوری است پس در حقیقت مادی نیست. حالا بقیه دلیلش رو خودتون رجوع بکنید که میفرماید خصوصیات ماده رو ندارد، لذا بدن نیست. دلیل سومی که میاره ایشون میفرماید که دلیل سوم این است که نفس بسیطه. چون بسیطه، امر واحد بسیطه و کثرت ها بدن کثیر است، کثرت دارد، اما نفس بسیط است. این در حقیقت جدا کرده دلیل رو از اون که این شاخص خودش، این چون مادیون به این خیلی بعدن پرداختن، اینجا این دلیل خودش رو خوب نشون میده. نفس بسیط است و واحد، ولی بدن کثیر است و در حقیقت چی؟ کثیر است و غیر واحد. و لذا بدن اجزا دارد، سلول ها دارد، اعضا دارد، تفرق دارد، قوا دارد، ادراکات مختلفه دارد. اگر این کثیر بر نگرده به یه واحد بسیط، هر در حقیقت ادراکی مختص به خودش میشد و به من کاری نداشت، یک منی جامع برای اینها نبود. دلیل سوم بر این است. بعد ایشون میفرماید که وقد انکر تجرد النفس جمیع المادیین و جمع من الالهیین من المتکلمین و الظاهریین من المحدثین و استدلوا علی ذلک، و بعد ایشالله بقیهش رو مطالعش رو بکنید ایشالله، این رو به صورت مختصر، چون بحث مادیون تفصیل داده ایشون، ولی دوستان مطالعش بکنن که خیلی گرفتار متن نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.